از رضا مقدم، فعال سیاسی مدنی از لندن، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای مقدم سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای مقدم، با توجه به خبری که شنیدیم، آیا روی کار آمدن حزب کارگر باعث چنین رخدادهایی شده و به نظر شما آینده وضعیت مهاجران در بریتانیا چگونه خواهد بود؟ بفرمایید. درود و ادب دارم خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. به صرف اینکه روی کار آمدن کیر استارمر و کارگرها باعث این وقایع شده، نه، مهاجرت همیشه وجود داشته، روز به روز داره سخت‌تر میشه. یعنی شما 10-15 سال پیش از طریق کامیون وارد میشدن یا از طریق ماشین هایی که تردد داشتن میتونستن خودشون رو برسونن، ولی با توجه به در واقع کنترل شدیدی که انجام میشه در مرزها و اسکنی که انجام میدن و دیگه اگر داخل کامیون شخصی باشه دستگیرش میکنن، خیلی راحت همون ابتدا میگیرن. برای همین شرایط انقدر سخت شده که مهاجرین حاضرن خودشون رو به خطر بندازن، جونشون رو به خطر بندازن که از طریق قایق و در دریای طوفانی خودشون رو برسونن. برای همین نمیشه گفت که در واقع حزب کارگر باعث بانی این اتفاق، مهاجرت همیشه وجود داشته، اما قوانینی لغو قانون رواندا که بعد از روی کار آمدن کیر استارمر در واقع لغو شد، این قانون یک مقدار در واقع تردید میشه گفت کرده که یک بخش بیشتری از مهاجران به انگلستان بیان. اما این هم باید در نظر بگیریم که کیر استارمر تو یکی از صحبتاش گفته بود که متعهد شده بود که 84 میلیون پوند در افریقا و خاورمیانه سرمایه گذاری بکنن برای اینکه اشتغالزایی بکنن، آموزش بدن و در واقع عواملی رو که باعث مهاجرت در این کشورها میشه رو از بین ببرن. و یک جمله طلایی هم برای که گفته که هیچ قایقی رو نمیشه، هیچ گلوله نقره‌ای وجود نداره که بشه همه قایق‌ها رو، همه مهاجرا رو بخوایم در واقع متوقف بکنیم و اینو یک نوع کلاهبرداری، یک نوع در واقع شعار میدونه که فقط بخوایم همه قایق‌ها رو متوقف بکنیم. مهاجرت نه، به انواع اقسام مختلف ادامه خواهد داشت، اما زمانی که بخوان عواملی که باعث مهاجرت بشه رو متوقف بکنن، اینو به هر حال سیاست کلیش اینه که بر اون متمرکز باشن و همچنین همکاری با کشورهای دیگه اروپایی برای از بین بردن باندهای قاچاق. این هم یکی از سیاست‌های دیگه که رسال مهر هست که در واقع اون بانک‌های مافیایی رو از بین ببرن. بله، با تشکر از رضا مقدم، فعال سیاسی مدنی از لندن که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.